یک فال تاروت که بدترین چیزهای ممکن رو پیشگویی میکنه. گلاسیاس سلام. اول که ببخشید من میگم خورده سرمه خوردم، صدام گرفته. امروز میخوام فیلم تاروت محصول 2024 رو با هم ببینیم که یکی از فیلم‌های فوق‌العاده ترکیده یه امساله که خیلی سر و صدا کرده و به نظرم داستانش هم جالبه. البته که سبکش بیشتر سرگرم کننده است و این فیلم‌های فلسفی نیستش. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم چند تا رفیق رو میبینیم که دور هم جمع شدن و دارن تولد یکیشون یعنی الیس رو جشن میگیرن. با بقیهشون هم آشنا میشیم. هیلی و گرانت قبلا توی رابطه بودن، الان همدیگه جدا شدن و یکم بینش کلا شرایط خوبی نیستش. یکی دیگه دختر اسمش پیجه، یکی از پسر و پکستنه، دو نفر آخر هم لوکاس و مدلینن. خلاصه که وسط مهمونیش میفهمن تمام آبجوها و مشروباشون رو خوردن و پکستن میگه که من فکر میکنم این کلبه‌ای که اجاره کردیم باید یه جاش مشروب داشته باشه، برای همینم هم شروع به گشتنش میکنن. این وسط یه در میبینن که روی زیر زمینه و خب قفل شده. لوکاس هم میگه که قطعا همینجاست و موفق میشه قفل رو بشکنه. میرن داخل ولی به جایی که مشروب پیدا کنن یه اتاق پر از لوازم عجیب جلوشونه. الیس میبینه که یه جعبه کارت تاروت هم همون روه و خب برای اینکه تولدش هم هست به دوستش هیلی گیر میده بیا برامون فال بگیر. هیلی از این دختر هست که خیلی انرژی بالایی داره و میگه مثلا با این چیزا در ارتباطه. اولش هم قبول نمیکنه و میگه هیچ‌وقت حالا نباید از کارت‌های دیگران برای فال تاروت استفاده کنه، اما با اصرار الیس قبول میکنه این کارو انجام بده. روش کارم توضیح میده، میگه من 12 تا کارت به نشانه هر علامت زودیاکی میذارم. علامت زودیاک همون علامت ماه تولد شماست. در آخر یه کارت وسطش میذارم و علاوه بر این که کارت ماه تولد خودتو میخونی، این وسطی هم مسیر کلی زندگیتو بهت نشون میده و فال اصلیتو تعبیر میکنه. فال اولین کسی هم که میگیره الیسه. کارتی که وسط میفته اسمش کارت کشیشه و بهش میگه که این داره بهت میگه تو توی زندگیت کلا خیلی عجله میکنی و خیلی سریع تصمیم میگیری، باید توی ماه آینده خیلی مراقب باشی و اگر هم ممکنه که یه جا زمین بخوری و در نهایت همه چیزاتو از دست بدی. نفر بعدی مدلینه. کارتی که براش میفته هم اسمش مرد آویزانه. بهش میگه تو همیشه وقت خطر رو حس میکنی ازش فرار میکنی، اما این ماه باید سعی کنی کار انجام ندی و کلا به چیزهای مختلفی وابسته نشی و آویزون چیزی نباشی. این وسط پاکستان هم میخواد بره دستشویی که یه رفعه کسی رو بیرون خونه میبینه، اما وقتی چراغا رو روشن میکنه طرف ناپدید میشه. نفر بعدی پیجه. وقتی هیلی فالشو میگیره بهش میگه که تو همیشه سعی میکنی توی چیزهای مختلف دنبال منطق بگردی. کارت وسطش هم اسمش شعبده بازه. بهش میگه که شعبده بازا همیشه دروغ میگن و گول میزنن، یعنی این ماه کسی میاد توی زندگیت که ممکنه تو رو به دو جهت مخالف بکشونه، اون گولت میزنه و خیلی مهمه که بتونی درست تصمیم بگیری. نفر بعدی پکسنه. اسم کارتش هم کارت احمقه. بهش میگه این کارت به معنی مراقب بودن، یعنی باید مراقب باشی که تصمیم یه دفعه‌ای و یهویی نگیری. تنها راه مقابله با این شرایط هم اینه که کسی که بهشون اعتماد داری و نزدیک خودت نگه داری. هر چقدر هم حس کنه اونا محدودت بکنن باز با کنارشون بمونی، چون قطعا یه جا به کمکت میاد. نفر بعدی لوکاس و کارتی که وسط براش میفته کارت زاهده. بهش میگه که این کارت به معنی اینه که این ماه ممکنه یه قضاوت اشتباه انجام بدی یا تصمیم غلطی بگیری و این تو رو به یه راه اشتباه میکشونه و در نهایت خیلی میتونه بهت آسیب برسونه. فقط حواست باشه اگه کسی مثل زاهد توی زندگیت اومد نباید به راه و چراغ اون اعتماد بکنی و الا اون تو رو به راه اشتباهی میکشونه. نفر آخر هم همون دوست پسر سابق هیلی یا گرنته. کارت وسطی که برای اون میفته کارت شیطانه. بهش میگه که این ماه تو با شیطانهای درونیت ممکنه روبرو بشی و باید یه فداکاری انجام بدی و یعنی یکی از کسایی که خیلی دوستشون داری و از دست میدی. در آخر هم تصمیم میگیره برای خودش یه فال بگیره و کارتی که وسط میفته کارت مرگه. معنیش هم اینه که این ماه به خاطر عشق ممکنه یکی از چیزهای خیلی مهمه تو از دست بدی یا حتی بمیری. خلاصه که مهمونی تموم شده. میریم پیش الیس که توی خوابگاهش تنها نشسته و دخترهای خوابگاه‌های کناری هم همشون رفتن به یه مهمونی. یادتون باشه که فال الیس بهش گفته بود نباید عجولانه تصمیم بگیری. صدای از بیرون میشنوه و میبینه نردبونی که به زیر شیرونی هستش پایینه. میره اون رو میدتش بالا و برمیگره تو اتاق داره تلفن حرف میزنه که دوباره صدا میشنوه. این بار میره بیرون و یه لحظه کسی رو پشت سرش میبینیم، اما خودش متوجه نمیشه. بعدن دوباره میره ببینه کی نردبون رو باز کرده که همین لحظه متوجه میشه اتاق زیر شیروانی کلا حالتی شیطانی به خودش گرفته. کارت تاروت خودش یا همون کشیش هم جلوش قرار داره. یه دفعه کسی از پایین رو میکشتش زمین و وقتی که میفته به شدت آسیب میبینه. موجود وحشتناک میاد کنارش، اونو میکشونه دوباره زیر نردبون و این بار با باز کردنش به شکل وحشتناکی مغز این دختر رو میترکونه. روز بعدی رسیده. دوستای
الیس همشون به هم ریختن و باورشون نمیشه این اتفاق افتاده، مخصوصا پیج که دوست صمیمی الیس بوده. برای همینم هیلی بهش میگه که من امشب پیشت میمونم تا تنها نباشی. شب شده و پیج خوابه که کابوس وحشتناکی میبینه. هیلی این بورس چی شده و پیج میگه که اگه من کنار الیس بودم شاید این اتفاق نمیافتاد. یادتون باشه پیج همونی بود که بهش میگفت همش دنبال منطق میگردی و کلا منطقی میخوای فکر کنی. هیلی بهش میگه که تو هیچ کاری نمیتونستی انجام بدی، منم وقتی بچه بودم مادرمو داشتم از دست میدادم و به هر دری میزنیم تا درمانش کنیم، اما خب هیچ نتیجه ای نداشت. من حتی شروع کردم به خوندن کارت های تاروت، فال های مختلف میگرفتم و دنبال این بودم که یه جوری یکی بهم بگه که این اتفاق برام نمیفته، اما همشون در نهایت به مرگ مادرم ختم میشد. این بهم ثابت کرد که هیچ کسی نمیتونه جلوی همچین اتفاق بزرگی رو بگیره. پس تو هم چه اونجا بودی چه نبودی این اتفاق میافتد، نباید خودتو الکی سرزنش کنی. سراغ نفر بعدی میریم، لوکاس، همون کسی که کارت زاهد براش اومده بود و هیلی بهش گفت که نباید دنبال چراغ زاهد بریم. لوکاس وارد ایستگاه مترو میشه و میخواد به سمت خوابگاهش بره که یه رفعه انگاری چراغ‌ها یه طرف کار میافتن. همینجا یه آدم وحشتناک رو در حالی که فانوس دستش میبینه شروع به دویدن برخلاف جهت اون میکنه و با دیدن چراغ‌های اتاق استراری وارد همین اتاق میشه و درو میبنده. وارد قسمت متروکه ای از ایستگاه رو شده و هم که داره راه میره یه رفعه پاش روی روزنامه قرار میگیره. روی روزنامه عکس خودش رو نوشته که امروز جونت رو از دست میدی. صداهای وحشتناک توی فضا میپیچند و لوکاس که ترسیده وارد یه قطار متروکه میشه که همون کنار قرار داده. همین لحظه است که دوباره ظاهر جلوی خودش میره و با وحشت یه گوشه پناه میگیره، اما دوباره ظاهر کنارش ظاهر میشه و با فانوسشون رو میترسونه و مجبورش میکنه که از قطار بپره بیرون. همین هم کافیه که قطاری که از طرف مخالف داره با سرعت میاد بهش ضربه ای بزنه و جون لوکاس رو بگیره. روز دیگه گذشته و دوباره این دوستایی که دور هم جمع شدن به شدت به هم ریختن. این بار هیلی میگه که من شک دارم، بخاطر اینکه حس میکنم اتفاقایی که برای الیس و لوکاس افتاده به همون فال تاروتی گرفتیم مربوطه و اون داره هم چیزی رو به وجود میاره. دوست پسر سابقش گرن که باور نمیکنه، اما پکسه میگه باید بریم کسی که تو این کار خیلی حرفه‌ای کمک بگیریم، شاید واقعا ربطی به هم داشته باشه. شروع به سرچ تو اینترنت میکنن و اول از همه با زنی به اسم آلما آشنا میشن، زنی که خیلی در موردش مقاله نوشته شده و انگار توی این زمینه‌های ماورا و طبیعی مخصوصا مربوط به تاروت خیلی حرفه‌ایه. یه مقاله‌ای هم میبینن در مورد گروهی که توی سال 1950 به شکل وحشتناک جونشون رو از دست دادن و خب مدتی قبلش یه فال تاروت با ورقه‌های خیلی عجیبی گرفته بودن. خلاصه که چاره‌ای ندارن جز اینکه به دیدن آلما برن. اولش که در میزن درو باز نمی‌کنه، اما هیلی با داد و فریاد میگه که جون ما تو خطره. دو تا از دوستان دقیقاً شبیه پیشگویی که براشون کرده بودن جونشون رو از دست دادن و همین بلا ممکنه سر ما هم بیاد. آلما هم درو باز می‌کنه. بهش میگه که کارتایی که باش فال گرفتی رو نشونم بده. هیلی هم میگه کارتا برای خودم نبودن، توی کلبه اولاشون استفاده کردیم. آلما میگه اونا توی جعبه چوبی بودن و روش علامت ماه‌های تولد یا هم علامت زودیاک قرار داشت. هیلی هم تاییدش میکنه. آلما میگه که این کارت ها نفرین شدن و تا حالا گروه‌های فوق‌العاده زیادی از آدم‌ها رو اینطوری از بین بردن. خود منم قربانی یکی از همین گروه‌ها بودم، اما وقتی فال دیگران رو باش گرفتم به خودم دیگه نرسید که بخوام همچی کاری انجام بدم. برای همینم همه دوربریام از بین رفتن غیر از خودم. از اون موقع هم سعی کردم این دسته کارت‌ها رو پیدا کنم تا از بین ببرمشون، اما موفق نشده بودم. دختران میپرسن کارت‌ها برای کیه و آلما توضیح میده که قرن 18 میلادی زنی بود که به پادشاه مجارستان خدمت می‌کرد و کارش همین فالگیری بودش. توی یکی از فال‌هاش گفتش که همسر پادشاه قرار جونش رو از دست بده با بچه‌ای که توی شکمشه و همین اتفاق هم میفته. منتها پادشاه و اطرافیانش فکر میکنن که این زن جادوگر بوده و خب میرن سراغه. به شکل وحشتناکی هم خونش رو در حالی که دختر اون تو اونجا بود آتیش میزنن. این زن که خیلی به هم ریخته بوده میاد مراسمی اجرا میکنه تا پادشاه و اطرافیانش انتقام بگیره. توی این مراسم یک تلسمی روی کارتهای خودش قرار میده و بعدم با گرفتن جون خودش روحش رو وارد اونها میکنه تا با استفاده از اونها بره سراغ انتقام. موفق هم میشه این کارو انجام بده، اما خب به خاطر تلسم روحش تا ابد توی اون کارتها باقی مونده. هنوزم این کارتها بین مردم میچرخه و خب شما هم الان همون استفاده کردید. وظیفه این کارتها اینه که به بدترین شکل ممکن سرنوشت آدمها رو بهشون نشون بده. باید سری بره پیداشون کنید و اون کارتها رو از بین ببرید، شاید اینطوری همه چیز تموم بشه. اعضای اکیپ هم کلبه‌ای که گرفته بودن رو دوباره اجاره میکنن و به سمتش راه میافتن. وسط راه دارن از پلی میگذرن که یه رفعه ماشین از کار میفته. مدلین یار فالی که براش گرفته بودن میفته. توی اون فال یه جمله هم گفته شده بود که تکنولوژی توی زندگیت ممکن
ممکنه یه دفعه از کار بیفته، برای همینم خیلی وحشت زده شده. کارت وصلش هم یارتون باشه، کارت همون آدمی بود که خودشو آویزون کرده بود. خیلی ترسیده، مخصوصا که یه دفعه رو شیشه کناریش شکلی شبیه همون آدمی که آویزون بود ساخته میشه. فالش هم این بود که هیلی بهش گفته بود نباید این ماه تو زندگیت اصلا عجله بکنی و با سرعت جایی بری. اما خب این دختر ترسیده درو باز میکنه و با سرعت شروع به فرار میکنه. هیلی سعی میکنه جلوی مدلین رو بگیره و بقیه هم با وحشت متوجه میشن که یه موجود وحشتناکی داره تنابی رو به سمت مدلین میبره. لحظه بعد میبینیم که تناب دور گردن مدلین میفته و یه رفیق با سرعت اون رو میکشتش بالا. هیلی وحشت زده است و نمیدونه چه بلایی سر دوستش اومده. بقیه هم اومدن کنارش که یه رفیق میبینن مدلین پشت سرشون آویزون میشه. بعدم موجود وحشتناک دوباره اون رو سمت خودش میکشه. بقیه‌شون هم خیلی ترسیدن و شروع به فرار میکنن و بعد اینکه آروم میشن پکسن میگه من دیگه نمیخوام کنارتون اصلا بمونم. یادتون باشه کارت پکسن کارت احمق بود و هیلی بهش گفت که باید کسایی که دوستشون داری و بهشون اعتماد داری و نزدیک خودت نگه داری. خلاصه که پکسن ازشون جدا میشه، به سمت خوابگاهش میره و وسط راه یه آدم خیلی وحشتناک شبیه دلقک میبینه که با فاصله وایساده. با سرعت فرار میکنه، وارد آسانسور خوابگاهش میشه، اما میبینه که همینطوری داره میره بالا و متوقف نشده. یه دفعه وامیسته و پکسن روبروی خودش همون احمق رو میبینه. در آسانسور بسته میشه و این بار احمق از سقف آسانسور میاد تو و پکسن شروع به فریاد کشیدن میکنه. میریم پیش بقیه، یعنی سه نفر باقی مونده، هیلی، دوست پسر سابقش گرانت و دوستشون پیج. و همون کلبه میرسن تا دنبال کارت ها بگردن و پیج توی اینترنت میخونه که بهترین راه برای مقابله با این کارت ها اینه که بسوزوننشون، چون سوزوندن میتونه همه تلسپ ها رو از بین ببره. موفق میشن پیداشون کنن و میان میریزنشون توی شومینه، اما متوجه میشن که هیچ بلایی سر کارت ها نمیاد و همچنان سالمن. راهی ندارن جز اینکه دوباره با آلما تماس بگیرن و ازش بخوان به اینجا بیاد. براش توضیح میدن که کارت ها از بین نرفتن و آلما هم میگه که به این سادگی امکان پذیر نیستش. بعدم براش توضیح میدن که چه بلایی سر آخر دوستشون یا همون مدلین اومده. آلما شروع به چیدن کارت ها میکنه و میگه من میخوام یه جوری با همون زن اصلی که اینو تلسپ کرده ارتباط بگیرم، شاید بتونم روح اونو از کارت ها جدا کنم. ولی بهشون میگه که اصلا نباید جاتون تکون بخورید و صدایی در نیارید. بعد مدتی با وحشت میبینه که اون زن جادوگر ظاهر شده و گوشه ی اتاقه. آلما هم بهشون میگه اصلا جاتون تکون نخورید. یه دفعه دسته کارت ها جلوی آلما پهن میشه و آلما میگه که فکر کنم به فنا رفتم، اون میخواد فال منم بگیره. بعد چند لحظه کارت شش جمشیر جلوی آلما قرار میگیره و یه دفعه همون زن وحشتناک اونو با خودش به گوشه میکشونه. بقیه هم فریاد میکشن، با ترس شروع به فرار میکنن که وسط راهشون یه دفعه میبینن جنازه آلما شبیه همون کارتی که برش کشیده شده بود جلوشون میفته. به فرار ادامه میدن و یادتونه که فال پیج بهش میگفت که یه شعبده باز ممکنه تو زندگی بیاد و تو رو به دو راه مختلف بکشونه و گمت کنه. پیج این وسط فرار از دوستاش جدا میشه و نمیدونه کجاست. یه دفعه صدای هیلی رو از زیر زمین میشنوه. یادتونه که بهش گفته بود نباید قضاوت اشتباهی انجام بدی. اون تصمیم میگیره بره زیر زمین رو چک کنه و خب همینم باعث میشه که یه رفعی صحنه وحشتناکی ببینه. شعبده بازی که تو فالش بود روبروشه و تو سکانس بعد میبینیم به طرز فوق‌العاده حال به همزن اون رو میز میذاره و با یه اره به دو قسمت مساوی تقسیمش میکنه. برمیگردیم پیش هیلی و گرنت، نمیدونن چیکار بکنن و هیلی میگه یه فکری به سرم زده، شاید همون بلایی که سر آلما آورد بتونیم سر خودش بیاریم. ما باید کاری بکنیم که من بتونم فال این جادوگر رو بخونم، اینطوری ممکنه که هر بلایی که تسته سر خودش بیاد. یه رفعه پنجره پشت سرش میشکنه و شیطانی که توی فال گرنت بود اون از پنجره بیرون میکشدش. همزمان مرگی که توی فال هیلی هم بود جلوش ظاهر میشه و موفق میشه با هر زحمتی که هست از اتاق فرار کنه. مرگم هم همچنان دنبالشه که یه رفعه گرنت سر راهی ثبت میشه. بهش میگه که برو همون کاری که گفتی انجام بده، من اینو سرگرمش میکنم و شروع به مبارزه با مرگ میکنه. البته که شیطان فال خودش سر میرسه و اونو رو زمین میکشه تا با خودش ببره. در همین حال هیلی کارت ها رو چیده و یه رفعه همون زن رو صدا میکنه که جلوش ظاهر میشه. تمام کارت ها دارن درد های وحشتناکی رو نشون میدن که خوب نشون میده چقدر این زن جادوگر داره عذاب میکشه. هیلی بهش میگه که تو توی گذشته گیر کردی، گذشته نمیتونه آینده رو تغییر بده و باید رهاش بکنی. منم مثل توی کسی که خیلی برام مهم بود، یعنی مادرم رو از دست دادم و تا مدت ها درگیر این قضیه بودم، اما فهمیدم که هیچ کسی نمیتونه سرنوشت رو تغییر بده. تو هم نمیتونی سرنوشتی که برای دخترت بود رو عوضش بکنی. بعدم یه رفیق زن بهش حمله میکنه و میخواد خفش کنه که هیلی میگه من فال تو خوندم، کارت وسط تو کارت مرگه. همین لحظه مری که دنبال خود هیلی بود به همین زن حمله میکنه و همین تو سکانس خیلی عجیب غریبی تمام کارت و همراه همین زن میسوزن و از بین میرن. سکانس آخر فیلم میبینیم که هیلی و گرنت دارن به آرومی سمت خوابگاهشون قدم میزنن که یه رفیق پکستن هم از دور میاد طرفشون و مشخص میشه که وقتی توی اون آسانسور گیر افتاده یکی از دوستای خیلی صمیمیش که همیشه اون نزدیک خودش نگه داشته در آسانسور رو باز میکنه و نجاتش میده. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم تاروتو هم از نقدهایی که در موردش نوشته شده
شده، هم از حرفای خود کست و کارگردان و این چیزها میتونید بفهمید چه معنایی پشتشه. البته که فیلم صرفاً یه باکس آفیسه و برای حالا چیز سرگرمی میشه تماشا کردش، اما یه حرف قشنگی هم توش میزنه، اینکه آدم‌ها نباید به چیزهایی مثل ماه تولدشون خودشونو محدود بکنن. مثلا طرف میگه من یه دی ماهی خیلی مغرورم، من یه خرداد ماهی فلانم بیسارم و کلا مسیر زندگیشو بر اساس حرفای از پیش تعیین شده میذاره. توی این فیلم دقیقا همینه، ما میبینیم که توی فال تاروت میاد میگه که آقا یه همچین اتفاقی قرار بیفته، اینطوریه و خب مهم اینه که آخر فیلم میفهمیم میشه علیه اونم اقدام کرد، یعنی کسی مثل هیلی و گرانت و پکستن زنده موندن چون برخلاف چیزی که توی فالشون بوده عمل کردن. قرار نیست که تو محدود به چیزهایی بشی که از گذشته معلوم نیست اصلا کجا در موردت نوشتن و این بذاری که این کل آینده ای تو رو بسازه. اصلا خیلی مسخره است این قضیه ماه تولد و اینکه مثلا میگن فلان ماهی یا اینطوریان و اونطوریان. خیابون داری میری یارو افتاده سانوش ترکیده استخونه سر بیرون چاقو رفت تو بون پاش، میام کمکت میگه نه یه مهر ماهی مغرور کسی کمک نمیگیره. بابا خفش پاشو اصلا هم میزن. همین دیگه میگم فیلمش باکس آفیس سرگرم کننده است، محتوای خاصی نداره. این نفر خواستم یه اشاره کوچیک بکنم چون دیدم خیلی جا در موردش حرف زدن، به نظرم قشنگم. آخرین چیزی هم که بگم اون دیالوگ آخر هیلی با همون زن جادوگر خیلی به نظرم خفنه، حرفای قشنگی به هم دیگه میزنن، مخصوصا چیزهایی که هیلی در مورد رها کردن گذشته میگه. میگه همه ما درد میکشیم، هممون به اندازه خودمون آسیب میبینیم، ولی نباید بذاریم که آینده ما رو اون گذشته شکل بده چون خیلی میتونه آینده ما متفاوت با اون بشه. نظراتتون رو بنویسید، همه رو میخونم، سعی میکنم فیلم هایی که میگیدم قرار بدم. خیلی دوستتون دارم، فکر کنم 10100 تا شدیم، ببینم میتونه به 11 تا برسونیدمون یا نه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.